بازیگر مشهور سینما و تلویزیون درگذشت. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید، از انگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. لحظاتی پیش با خبر شدیم که هنرمند پیشکسوت و مشهور سینما و تلویزیون استاد هوشنگ حریرچیان، هنرمند بزرگ و پیشکسوت ایرانی که اهل اصفهان بود، بعد از یک دوره بیماری درگذشت. این بازیگر که پیشتر در گفتگوی درباره حال و روزش در این روزها گفته بود الحمدلله نسبت به قبل بهترم و خدا را شاکرم، اما همچنان ضعف بدنی دارم و بیشتر در منزل استراحت میکنم، گهگاه بیرون میرم، تلویزیون تماشا میکنم و اینطور خودم را سرگرم میکنم. راضیم به رضای خدا. همچنان پیشنهادهای زیادی از طرف دوستان، چه سینما چه تلویزیون دارم، اما متاسفانه دیگه نمیتونم کار بکنم و توان بدنیم اجازه نمیده، به خصوص اگر کاری طولانی باشه. عاشق صحنه و دوربین هستم، اما افسوس که دیگر توانایی کار کردن ندارم. من عاشق کارم بازیگری هستم، ولی قسمت ما هم همینه. دلم برای بازیگری خیلی تنگ شده. هوشنگ حریرچیان در حال حاضر 93 سالشون بود. ایشون یکی از بازیگران بسیار فعال در حوزه طنز بودند. استاد هوشنگ حریرچیان متولد 20 مرداد سال 1311 بود. او طی این سالها در سریال‌هایی چون عکاس باشی، هشت بهشت، تفنگ سرپر، آشپز باشی، ساختمان پزشکان، یکی بود یکی نبود، سایه سلطان، خاتون و پژمان ایفای نقش کرده بود. حسن اکلیلی و قدرت الله ایزدی، دو بازیگر شناخته شده اصفهانی، با انتشار استوری در فضای مجازی فوت این بازیگر مشهور سینما و تلویزیون رو تایید کردند. تنها 9 روز پس از آنکه هوشنگ حریرچیان شمع کیک 92 سالگی خودش رو فوت کرد، خبر درگذشتش کام اهالی سینما رو به شدت تلخ کرد. هوشنگ حریرچیان متولد 20 مرداد در اصفهان بود. هوشنگ حریرچیان تا مقطع دیپلم دبیرستان اقدسی خیابان مسجد سید درس خونده بود و با تئاتر کارش رو شروع کرد. سپس وارد رادیو شد و یک بازیگر مشهور در حرفه بازیگری شد. به صورت جدی آقای حریرچیان فعالیت خودشون رو در دی ماه سال 1326، وقتی تنها 15 سال سن داشتند، از تئاتر اصفهان با مدیریت زنده یاد استاد ناصر فرهمند شروع کردند و سپس در سال 1332، وقتی که 21 سالشون بود، به تئاتر سپاهان رفتند. آقای حریرچیان سال 1338 در کنار بازیگری به استخدام رادیو اصفهان درآمد و به عنوان هنرپیشه، تهیه کننده، گزارشگر، کارگردان، مجری مشغول به کار شد. هوشنگ حریرچیان بازنشسته صدا و سیما بود. آقای حریرچیان در سال 1343 به تلویزیون رفت و به عنوان مجری در برنامه نقش جهان مجریگری کرد، تا اینکه در سال 1348 با سریال عکاس باشی به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفت. از سال 57 تا 64 تونست 4 تئاتر رو روی صحنه ببره، اما به خاطر مشکلات دیگه نتونست ادامه بده، تا اینکه سال 1366 با فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته به کارگردانی علی حاتمی به بازیگری دوباره بازگشت. شروع دیده شدن هوشنگ حریرچیان اما 60 سال بعد. بعد از فعالیت‌های هنری او با سریال باجان آقلار در سال 86 شروع شد و سپس در آشپز باشی در سال 89 آقای حریرچیان تونستن دیده بشن و مشهور بشن، اما بازی زیبای او در سریال ساختمان پزشکان در سال 1390 و سریال پژمان در سال 1391 او را به اوج شهرت بعد از سالها فعالیت رسوند.
هنوز جزئیاتی از مراسم تفرین و خاک سپاری استاد هوشنگ حریرچیان منتشر نشده، ولی به احتمال زیاد ایشون در شهر خودشون در اصفهان به خاک سپرده بشن. و خب در این ایام هم که به علت کهولت سن و بیماری خونه نشین شده بودند، از فضای بازیگری دور شده بودند، در نهایت در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بستند. اما باید بپردازیم به واکنش سایر بازیگران به درگذشت استاد هوشنگ حریرچیان. تا حالا هیچ بازیگری از سینما و تلویزیون در تهران هیچ واکنشی به درگذشت استاد حریرچیان نشون نداده، چون ایشون نیمه های صبح امروز یا نیمه های شب گذشته به رحمت خدا رفتن و در این تایم بازیگران در حال استراحت بودن و یا هنوز بیدار نشدن که خبر درگذشت استاد حریرچیان رو بشنون. اما استاد حریرچیان رابطه خیلی خوبی با آقای پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست مشهور کشورمون داشت و باید واکنش پژمان جمشیدی رو در پی درگذشت استاد حریرچیان منتظرش باشیم و ببینیم که آقای پژمان جمشیدی که این روزها حسابی سرشون شلوغ و درگیر نقش‌های مختلف برای فیلم‌های سینمایی مختلف هستند، راجع به درگذشت هوشنگ حریرچیان که در فیلم پژمان به عنوان پدر پژمان جمشیدی ایفای نقش میکردن نظرشون چی هستش. البته باید به نوعی بگیم که پدر پژمان درگذشت. و اما دوستان عزیز، ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر شما هم نظر خاصی راجع به ایفای نقش استاد حریرچیان در فیلم ها و سریال های مختلف دارید، به خصوص در ساختمان پزشکان و همچنین سریال پژمان، لطفا نظراتتون رو بنویسید و لینک این ویدیو رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک، نروژ، فرانسه، امریکا، انگلیس و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفا شیر بکنید. و اگر به موضوع خاصی یا به هنرمند خاصی علاقه‌مند هستید که برای شما راجبشون ویدیو تهیه بکنیم، در قسمت کامنت ها بنویسید. در اولین فرصت سعی میکنیم ویدیوی مورد علاقتون رو برای شما عزیزان تهیه بکنیم و منتشر بکنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.